قشنگ گوش بده ها، تکرار نمیکنم ارسلان، مثل سگ میگیرم میزنم. اولین عاشقانت کدوم بود که خیلی دوست داشتی؟ فقط توضیح بده. سوال دوم، اگر دیانا کاپل ویدیویت نبود کیو انتخاب میکردی جش؟ تو خیابون رد بشی بهت بگم پارکی دعوا میکنی با یارو؟ تا حالا به ازدواج فکر کردی؟ یکیشونو ببوس، یکیشونو با یکیشون ازدواج کنی، یکیشونو بکشه. نیکا، دیانا، مهشاد، اون کسی که در حال حاضر بین حالا همه بچه ها دلت خیلی، هر کی که دوست داشتی دلت خیلی واسهش تنگ شده، یه تکست براش بنویس، تکست تو اسکرین بگیر من بذارم رو اینجا. آی سلام بابا، خارجی شروع بابا، من هیچ موقع ملیتم رو فراموش نمی کنم، مثل تو آدم اجنبی پرست نیستم. چی پرست؟ اجنبی پرست. نه امیدوارم حالتون خوب باشه دوستان عزیزم. این کیف 11ام من در یوتیوب هست، همونجوری که قبلا گفتم من دونه دونه میشمارم. سابسکرایب یادتون نره، این چنل رو زنگولش رو حوالش دیگه، کامنت انگلیسی بذارین، هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدین که ما بتونیم کیفیت این کلیپ رو هر روز بهترش کنیم. خب ببین، ما این کاری که میخوام انجام بدم به نام صدم ثانیه است، یعنی شما حق فکر کردن نداری، تو لحظه بهت گفتم در حد یک ثانیه میتونی فکر کنی جواب بدی. خب یعنی همون چیزی که ببین کلا اینجوری که تو سر هر چی تو ذهنت اومده. خب قشنگ گوش بده، تکرار نمیکنم ارسلان، مثل سگ میگیرم میزنم. اولین عاشقانت کدوم بود که خیلی دوست داشتی؟ فقط توضیح بده. 17 سالگی این دوران قبل از کنکورم. توضیح دادم دیگه، خوردیش، توقع نشتی؟ خب چه توضیح نمیدی؟ توضیح دادم دیگه، با یه بند خدایی اون دوران در رابطه بودم. الان هست؟ نیست دیگه، چه سوالی دارم؟ نه یعنی تو دیده؟ نه یه دو سه بارم پی ام دادم جواب ندادم، شمارش عوض کرده، سین میزنه جواب نمیده، شمارش عوض کرده. سوال دوم، اگر دیانا کاپل ویدیویت نبود کیو انتخاب میکردی جش؟ نیکا. آفرین، اینکه صدام ثانیه داره جواب میدی عشق کنی خدا وکیلی. چرا شده میگی؟ چرا؟ خب فکر میکنی قبل دیانا من با نیکا خیلی ویدیو زدم، بعد اینجوری شد که دیگه نیکا رو با یکی دیگه، منو با دیانا میشناخت. آها، تو خیابون رد بشی بهت بگم پارکی دعوا میکنی با یارو؟ من نه، بچه ها عصبانی می شدن، بعد اینا دعوا می کنم، من مجروم شدم دیگه، با بگم بچه شهرهایی دیگه، با این کارها رو حالی شدیم. 18 سال بالاخره؟ آره 18 سال بالاخره، شهرهایی نکردم که تو بخوای بس من لات بازی در بیاری. آره می رفتیم دعوا می کنیم، بعد بچه ها می رفتن، من اون وسط تنها. خدا اگه چه حسی داری؟ چه حسی دارم؟ اگه اون لحظه بهت میگن و اینا؟ من هیچ حسی ندارم، افتخار میکنم. زحمت کشیدم بابت این صحبتی نداری مثلا، هم افتخار چیز کنم. خب اینم که بهت گفتم، خوبه، خوب این صدم ثانی جواب میده، خیلی خوبه، آفرین. آره ولی میدونم یه سری آره. سوالا داری که من جواب نمیدم. نه سمت اون سوالا نرفتم. آره ببین، یه بنده خدای چند مدت پیش یک ویدیو یوتیوبی گرفت، خب بعد شروع کرد دیس کردن. خب نظر چیه درباره این قضیه؟ پول گرفتی دیگه، اما ویو گرفتی، پول گرفتی، نوش جونت. بنده خدا پی ام هم داد، اون یکی دوستش هم پی ام هم داد، یعنی دوتا دوست بودن که به هم دیگه بشن ما رو رست میکردن، هم من و هم نیکا رو. حالا حالا پی ام داد دیگه، ولش کن، ما آبرو کسی نمیبریم، بین خودمون میمونه پی امت. یعنی این اتفاق واسط میفته که مثلا میان حالا یه سری آدم هایی چرا میان چیز میکنن؟ رست کردن نمیم تا رست کردن، یه شخصی به اسم فرشاد سایدن مثلا رست میکنه، آدم حال میکنه، همین که احترامم هم میذاره که داره رست میکنه، مثلا تا هر ویدیوش میگه بچه من منظور بدی ندارم، فقط دارم نظرمو میگم. یه سری دیگه هست میگه این چه بود دیدم. خب فرق داره دیگه، لول طرف با لول طرف خیلی فرق داره، مثلا فرشاد سایلین لولش کجاست، این بنده خدا که تو استانبول هنوز زندگی میکنه لولش کجاست. موفق باش ان شاءالله که موفق. خیره بریم بعدی بگذاریم. ببین تا حالا به ازدواج فکر کردی؟ نه اصلا.
چون من یه ماه بیشتر نمیتونم یکی رو تحمل کنم. اصلا نمیتونی چیز کنی. نه یعنی اون یه ماه بیشتر نمیتونه منو تحمل کنه. اینکه حالا کلا تو این فضای مجازی برمیگردم بهت میگن که بیا مثلا با فلانی کسک دیانا فلان ازدواج بکن، این چیزا ازدواج بکنه اینا. تو ذهنیت تا حالا نشد، چون بالاخره این انرژی جمع میشه سمت چیز دیگه. مثلا طرف با خوش میگه مثلا ازدواج. اصلا ازدواجی نیستی. نه من دوست نداری. گردن بگیر نیستم. فقط جاست فرند. جاست ماش فرند. نه ولی جدا نه بیشوخی بخوام بگم چرا به فکر ازدواج افتادم. دروغ آدم میگه نه دیگه. ولی واسه الانم نه. یعنی گفتم من 29 30 31 سالم بشه اگر بخوام ازدواج کنم باید همچین چیزایی داشته باشم، طرف مقابلم همچین چیزایی داشته باشه که بتونی ازدواج کنی. اینا رو ازت میپرسم بدون چیز صدم ثانیه بهم جواب بده. چند تا اسم بهت میگم، خب همون داستان قبلیه ولی این دفعه فرق میکنه. یکیشون رو ببوسه، یکیشون با یکیشون ازدواج کنه، یکیشون رو بکشه. این که ویدیو منه. نه این ویدیو منه. نه قبل من نوشته بودم خفه شو، این ویدیو منه خفه که. من سه تا بهت میگم: امیر روز، مهراب، رضا. من با یکی ببوسم یکیم بگیرم. آره یکیم بکشی. فکر نکن آقا. باش آقا با یکی من ببینم کدومو میتونم ببوسم. این مرحله سختشه. رضا رو میبوسم. خب امیر روز رو میگیرم، مهرابم میکشم. خب مهدیس، ملیکا تمامی، شقایق خاموشی. مهدیس رو میگیرم. وای شقایق رو میکشم، ملیکا رو میبوسم. مجبورم. اصلا نمیتونم شقایق رو در حال بوسیدن تزمر کنم. این کارم نمیتونم. ولی مهدیس رو میگیرم، زن خونه است. آره خدای صبح بلند میشه نون میگیره. خدای نون میگیره. آره. همه کار میکنه. نیکا، دیانا، مهشاد. مهشاد تیموری؟ آره. نه مهشاد کفیلی. مهشاد تیموری. یه دونه مهشاد. نیکا رو میگیرم. دیانا رو میبوسم، مهشاد رو میکشم. میکشم. عرفان براتی، مهگل، آرزد. مهگل رو میکشم، آرزد رو میبوسم، عرفان براتی رو میگیرم. میگیری؟ خیلی هم عالی. بر من تموم شد. وایسا؟ نه آقا دیوانه هم. نه اسکلم با عرفان براتی برم زیر سقف. پسر الان توی گزینش دختر بود. برعکس آقا آرزد رو میکشم، عرفان براتی رو. نه آرزد کدومشون ریششون کمتره؟ جفتشون ریش دارن دیگه. آرزد عرفان براتی بعضی وقتا میزنه ولی آرزد تا حالا نزده. عرفان براتی رو میبوسم، آرزد رو میکشم، معقول رو میگیرم. چی کن چون اسکلم مگه؟ یک لحظه چشاتو ببند. یه رستا. آره نه خدای باز نکن، خدای باز نکن. این سوالی که میگم و تو لحظه بهت گفتم هر آنچه که اومد تو ذهنت بگو. باشه. خب چه ربطی به چشامو ببندم؟ نه ببند. با چشم باز فکر کنم. نه اینو باید ببندی. خب من قابلیت نه اینو باید تجسم کنی. من آدم خفنی ام. برمیگردیم به عقب سال 1398. خب تو و محمد روشنفکر یک ویدیو پارکی رو شروع کردیم. خب دونه دونه بچه‌ها اضافه شدن. خب و شما شروع کردین کلیپ گرفتن و کنار هم بودن و این داستان ها. اولین چیزی که از اون موقع توی ذهنت مونده چیه؟ یعنی تو اون لحظه یعنی چه اتفاقی الان داری میبینی؟ اونو بگو. اون چیزی که الان داری میبینی رو بگو. صدای خنده تک تکی باز میشه بکنم؟ آره الان بگو دیگه. صدای خنده تک تکی بچه‌ها رو واقعا از صمیم قلبشون داشتم میخندیدم و اون موقع بی ریا نه بی چی بودن؟ بی چی می‌خواستم چی مون بی ریا یعنی درویی توی هیچ کدومشون نبود. حالا هر چی واقعا یه مثالیه که خیلی برای خیلی از همین بچه‌هامون به وجود اومد. هر چی فالوورشون رفت بالاتر درویشون بیشتر شد. یه سریشون نه همشون. حتی خود منم ممکنه که درویم بیشتر شده باشه. من خودم نمیذارم خارج از این دایره. بقیه میتونن قضاوتم کنن ولی خب من اون چیزی که دیدمو دارم بیان میکنم. اون موقع بچه‌ها همشون 80 کا 90 کا 100 کا نیکا بالاترینمون بود اون موقع. بعدش من بودم، بعدش بمونم محمد و متین بودن. یا حالا این ترتیب دوم سوم چهارمشو نمیدونم ولی میدونم بالاترین نیکا بودش. اون موقع خیلی همه با هم گل و سنبل و این که مثلا یکی 10 کا بود میومد به اونی که 300 کا میگفت حاجی بیا کمکم کن، میگفتن اوکی حل. اون 10 کا میشد 100 کا ولی خب الان اینجوری نیست. طرف 2 میلیون باشه اون یکی 500 کا باشه میگه چی
شما خودت دیدی بیایم من با تو ویدیو بگیرم فکر میکنی کی که ولی اینجوری نیستش. من خودم هم همین الانش داری میبینی فکر میکنم خیلی از با بچهای تیک تاکر جدید دارم رفاقت میکنم و باشون اوکی هم این چیزا. اینو ولش کن الان، این داستان بگو که تو اون لحظه خندیدن خندیدن دیگه خندیدن بی ری کجا بودین؟ مکان مجل بلاغه مکانش به تو چیه؟ مهمه دیگه کجا داشتی میخندیدی؟ بیلا کردان. یه دو سه تا صحنه اومد، یه دونه دیگه شو زیاد اکسپلور فریمونم شما هم دیدید، همون ویدیویی که داریم پدر جپتو بازی میکنیم، پی 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 نوکیو پدر جپتو پای هم دیگه رو میزنیم. تو هم دیدی؟ ببینیم چقدر معروفیم، چنگده معروفیم ما. من اون صحنه اومد جلو، صحنه ای که بچه ها میمونن دور هم دیگه میگفتن حاجی یه ویدیو دارم بیا اینو بگیریم، بعد رضا میومد بشکن میزد همونجا. ببین ما تو عالم رفاقت همین بشکن رضا استوپمون میکرد، یعنی بشکن میزد چقدر زود بوده شد. ما پیر شدم. آره خدا وکیل خدا شد پیر شده ولی نشد چیز نشده. نه بعض وقت اونم شده. تو اون داستانی که انا برای تعریف کردم یه خاطره خوب و یه خاطره بد بگو تمام شده. خیلی خاطره خوب باشه، یعنی اتفاقی خیلی خوب باشه و اتفاق خیلی بد که افتاده. یعنی از همون دوران آره بعدی خاطره خیلی خوب که بخوام بگم، من تولدم بود، بچه‌ها منو بردن، یعنی مثلا قصدمون این بود که بریم شمال و منم پس ذهنم این بودش که خب اینا که گفتم بریم شمال برای تولد من دارم میگن آره من برم وارد ویلا بشم مثلا در به خونه رو باز کنم یا بیا سورپرایز کنم. آره آناناس دقیقاً فهمی که مثلا خونه گلارایی شده وات کنک و این چیزا رو در باز می‌کنی کلی مهمون این چیزا در ویلا رو باز کردیم دیدیم ویلا خاک میده. رفتیم تو گفتم خب ایراد نداره هنوز دو روز مونده به تولدم، میخوان من بخوابم بیدار شم سورپرایز کنم، یا مثلا موقع خوابی و یکی بیاد این بالای این بوغای کامیونی بزنه من از خواب بپرم دوباره سورپرایز شم. فرداش گذشت نشدم سورپرایز. رو شب تولدم شد این داستان رو همه بچه‌ها میدونن، یه دو سه باری هم تو یوتیوب گفتن. رفتم خودم بهشون گفتم بچه‌ها تولدمه در جریان، گفت آره رفتیم دنبالت واسه کیک ولی کیک گیر نیاوردیم تو این شمال. گفتم خب ایراد نداره حداقل میمدید منو سورپرایز میکردید، یه شمی یه کیک کاپکیک یه چیزی. نیکا گفتش ما رفتیم سوپرمارکت کیک هم نداشت. راست و دروغشو من نمیدونم، سوپرمارکت کیک نداره دیگه اینو نمیدونم. منم یه دونه از این وارمرا شم کوچولو برداشتم، همه نشستیم دور هم دیگه، من اون کیکو به عنوان یعنی اون شمو به عنوان وارمر یعنی خاطر خوبته. یعنی که عملا تو تولد بچه رو ریدم بهت نه این خاطر بد است دیگه. خب خوبه چی بود بعد؟ خوبه رو بگم ببین خوبه بود نمیشه این من بد است یارو اومد ریده بهت تولد واسه نگن تو یه دون کیک نداشتی. من آدم متواضع و فروتنی هم، من برادر ممرزام فروتن گلزار؟ نه فروتن. آره من خب آدم سالم خاطر بعد تو بگو مرسی این ریدم تو خاطرت خاطر خوبت خاطر بعد تو بگو. اوه خاطر بعدم بود دیگه این خاطر بعد خوبت چی؟ خاطر خوبم آخه اینو برای من خوبم خیلی بار بود. من بودم، نیکا بود، دیانا بود، متیم بود، محمد بود، داشتیم میرفتیم شمال. بعد خب اینا همه عادت داشتن، یعنی منم هم جزو همون اینا میگم به جز محمد، عادت داشتیم که تو راه شمال آهنگای دپ بذاریم. آره. کوتک بذاری شایه بذاری چه میدونم. یا محمد عصبانی میشه کلش چیزی میشه ماشین پیاده میشه میگه اگه میخواید همینجوری تا آخر بذارید برید شمال با همین آهنگا بذارید من نمیام، من همینجا برای اسنپ میگیرم برمیگردم. حالا اون موقع اسنپ فقط حوزه تهران بود جای دیگه نبود. ما خندم گرفته بود نشستیم تو ماشین وز شد آهنگه قومیشی گذاشت. سه ساعت تا خود شمال طول کشید، موقع رفتنی چرخ پنچر شد نزدیک بود تصادف کنیم. محمد چون پشت فرمون بود خیلی رانندگیش خوبه. آره. خیلی خوبه. آره اینجوری بود. یه خاطر بعد دیگه هم بخوام بگم رفتن نیکا بود دیگه. اون که یه هو اومدش توی کافه به من گفتش میخوام برم، هیچ کسی نبود، یعنی منو دعوت که نه، گفته بود بیا فلان کافه. ما هم گیریم بود کافه چوب سبز تبریکش کنیم خیلی رفته بود. اومد بهت گفتش آفرین گفت بیا بریم من دارم میرم گیریم بود برم بیا. رفتم اونجا یهو دیدم منم مهدیس نیکاه محمد با یه محمد دیگه که بچه‌ها نمی‌شناسنشن تو دوربین اینجور چیزا نمی. بعد یهو نیکا گفت من دارم میرم. بعد منم اولش خب فکر می‌کردم دوربین مخفی چیزی واسه پست اینستاگرامش یوتیوب دازه شروع کرده، گفتم واسه این چیزاست. گفتم بابا چرت و پرت نگو فلان و بیسار.
گفتش که نه به خدا دارم میرم بلیتشو که نشون داد، من بلیتشو سری فرستادم واسه یکی فقط استعلام بگیره ببینم واقعیه یا فیکه، که گفت واقعیه و اونجا بود که ما عربده زنان عر زدیم، گریه کردیم، گریه کنان سمت فرودگاه. نه اون فرداش بود، فرداش از شب قبلش گریه نکردم. خب اینا تمام شد، مرسی. آره من یه سورپرایز آخر فقط دارم که باید تو انجام بدی این دفعه. آره این دفعه تو باید انجام بدی. گوشی دم دستته؟ نه آنتن ندارم دادش. نه اشکال نداره، نمیخوام زنگ بزنی به کسی. آره گوشی دم دستته؟ اون برای اون کسی که در حال حاضر بین حالا همه بچه ها دلت خیلی، هر کی که دوست داشتی دلت خیلی واسهش تنگ شده، خیلی ها، یعنی که اصلا ربطی هم به این نداره شاید مثلا دیده باشیش، خیلی وقت دیدی یا نهیدی دلت تنگ شده دیگه، یه تکست براش بنویس، تکست تو اسکرین بگیر من بذارم رو اینجا، حالا هر کسی هست. بر خودم میتونم برمسن، دلم از خودم تنگ شده. بیله بیله آقا من شفاف سازی میکنم، شفاف سازی میخوام فکر کنم. خب پس بگو چی بنویسم. من بگم چی بنویسم دل تنگ شو، هر چی خواستی بنویس، هر چی خواستی، هر چی دوست داشتی. من این دوست مشاوره نمیدم میگم بده من تایپ کنم بذار. نه اون برای دوست دختر اینا هست، بگم دوست مثلا چیز، من مشاوره ندارم بدم. نه فقط هر دوست دختر داری، دوست دختر باشه گوشی میگیرم میگم چیکار کنی. به فرض میبینی با دوست دختر اوکی شدم. برای نیکا نوشته که داداش حالت چطوره، خوبی؟ دلم واسه تنگ شده بود، خواستم بهت بگم که یادت نره هر وقت حالت بد شد یه داداش دیگه داری. آفرین. اینجا که مثل کو پشتته، اینجاست که مثل کو پشتته. بس لطف کردی. تمام. توی رفاقت مثل ارسلان کاشی باشین که بتونین موقعی که پشتتون خالی میشه این کو بهش تکیه کنین. مرسی. فقط تکیه کنین، دیگه نمیخواد تکیه. من خیلی تکیه کردم. ما دو نوع رفیق داریم، رفیق نارفیق. نارفیق من گزینه یکم واسه اونایی که میخوام پشتشون خالی بشه. نارفیقا من خیلی بهش تکی کردم، خیلی خوبه، خیلی نرمه. خیلی نرمه. بچه ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با ما بودین. اگر سوالی بوده که من نپرسیدم لطفا تو کامنت ها به شکل انگلیسی بنویسیم، من میخونم دفعه بعدی ازش میپرسم. سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو بمالش. و اینکه امیدوارم که همیشه تو زندگیتون خوب و خوش باشین. کار نداری، خدافظ.